سلام و درود بر دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه هر جا هستید. کمی در مورد سمبول ها و زودیاک ها صحبت کنیم. اولا که این نمادها رو در گردونه چلیپای میترا میذاریم، گردونه است که شبیه آرم نازی هاست. البته نازی ها استفاده کردن، البته آرم نازی ها جهت گردشش هم فرق میکنه و 90 درجه و 45 درجه هم چرخیده است، یعنی عمود نیست. اینطوری مال ما، مال ایرانی ها و هندی ها عمود هست و دقیقا در میترایش در اوستا به زیبایی این گردونه توصیف شده و گردونه 100 درصد ایرانی هست و کاربرد بسیار بسیار گسترده ای داره این گردونه و خیلی عجیب در همه جا، در فلسفه، در طب سنتی مخصوصا و خیلی جای دیگه. ما میتونیم در علوم هستن، علوم کهن، ما جایگاه این گردونه ها رو پیدا کنیم. در مورد برخی از اینها، من مثلا در مورد نماد گاو و شیر میخوام توضیح بدم. نماد شیر در تخت جمشید روی گاو هست و یکی از تعبیراش اینه که شیر نماد تابستان میتونه باشه و گاو نماد بهار، و شیر میتونه نماد آفتاب باشه و خورشید، و گاو نماد خاک و زمین میتونه باشه. ولی چرا گاو نماد بهار است؟ همطور که گفتم 2000 سال پیش یا 3000 سال پیش گاو چون برج بزرگی است، من حدس میزنم گاو اول، گاو دوم، همطور که قبلا گفتم جمادی اول، جمادی ثانی یا ربیع ثانی، ربیع اول، ربیع ثانی، میتونه چون برج درازی هست و خارج شدنش طول میکشه، به جای بره، به جای مثلا گاو اول، بعدا بره اومد. تا 2000 سال پیش گاو در اردیبهشت بود، الان گاو چرخیده افتاده توی خرداد، ولی دم و پاهاش همچنان در نیمه دوم اردیبهشت هست. گاو داره میاد بر سر تابستان، یعنی بزرگترین روز سال. پس گاو داره میشه پادشاه تابستان، گاو داره میشه نماد تابستان. قبلا نماد بهار بود، چون که در اوایل 5000 سال پیش در اول فروردین بود، 2000 سال پیش آمد توی اردیبهشت و الان گاو آمد برای تابستان، یعنی گاو نماد بزرگترین روز شد. قبلا شیر بود، همزمان که گاو نماد تعادل برابری روز و شب بود، اون موقع شیر نماد بزرگترین روز سال بود. اما الان شیر رفته تو شهریور خشسروهیره به جایگاه شایسته خودش و شیر البته پادشاه پاییز شد و پادشاه زمستان کشدم عقرب شد. قبلا که بود کماندار بود، کماندار اون اسبیه که کلش آدمه، یک کمان دستش داره و به نظر من کماندار با برج اوریون که روبروی گاو قرار گرفته، احتمالا نماد برج اوریون هم هست، یا همون کمانداری که در صورت فلکی هست، و پادشاه زمستان شد عقرب یا کژدم، پادشاه بهار شد اکواریوس یا آبریز. قبلا پادشاه بهار ماهی بود، آدم ماهی شد تو نگه می داشتیم ما تو سفره افسین. الان ماهی کامل آمده تو فروردین، قبلا بره بود، بره آمد توی اردیبهشت. الان اکواریوس شد پادشاه بهار یا همون آبریز، و گاو شد پادشاه تابستان، و شیر شد تابستان پادشاه پاییز، و کژدم شد پادشاه زمستان دوره هخامنشیان. همچنان شیر در میانه تابستان بود، یعنی همچنان نماد تابستان بود. و البته موقعی که شیر نماد تابستان بود، اون موقع پادشاه تابستان در واقع دوغلا بودن، چون دوغلا اون بزرگترین روز سال رو در دست داشتن، ولی شیر در قلب تابستان بود همچنان. موقعی که گاو در قلب بهار بود، یعنی اردیبهشت ماه بود، برابری روز و شب در دست
در دست بره بود اون موقع، یعنی در واقع بره در دست ماهی ها بود. ببخشید، ماهی ها پادشاه بهار بودن. اول بهار بره بود یا قوچ بود، وسط بهار گاو بود، آخر گاو دخلا بودن. و اینکه در اول پاییز الان که همچی که میتونید لیبرا هست یا ترازو هست، الان لیبرا آمده آبان جای عقرب رو گرفته و عقرب آمده جای آذر ماه جای کماندار رو گرفته و ما در پاییز هم اعتدالین داریم یا برابری داریم، برابری روز شب داریم در اول پاییز. دوباره این روزها جشن مهرگانه، به شما شاد باش میگم، زنده نگه داریم این جشن ها رو. و ترازو در اول پاییز بود ولی الان ترازو آمد در وسط پاییز. این نمادهاش رو من اینجا گذاشتم در چلیپای میترا و نمادهاش رو شما میتونید ببینید. و یک سنگ نگاره از میترا میذارم، بسیار جالبه، نگاه کنید. همینطور من این برج رو هر 6 ماه دوگانه به صورت 6 ماه مقابل هم قرار دادم، یعنی همیشه به این صورت است که برج ها مثلا گاو همیشه در مقابل کژدم هست و بره که فروردین باشه یا قوچ باشه در مقابل مهرما لیبرا یا ترازو قرار داره. تو کتیبه های سنگی نگاه کنید، همیشه عکساشو گذاشتم، عقرب داره بیزه گاو رو نیش میزنه، یعنی که عقرب مقابل گاوه. یعنی چی میشه؟ همون آبان در مقابل اردیبهشت بود، الان شد چی؟ آذر مقابل خرداد. یعنی نیش زدن تخم گاو همیشه دوگانه به سمت حرکت میکنه، منتها ماهاش عوض میشه. دوقلو که در خرداد بود الان اومده توی تیر ماه. دوقلو همیشه مقابل کمانداره، بخاطر همین تعبیر میشه کماندار همیشه دوقلو راه رو میزنه. یک از اونا که تعبیر شده برج دوقلو در آمریکاست، که مثلا میگن دوقلوها در کل همیشه کشته میشن تو تعابیر مختلف اساطیری. خرچنگ همیشه مقابل بوز هست. معنیش رو من نمیفهمم، شما حتما اگه مطالعات بیشتری دارید یا خودم بعدا ممکن بفهمم چرا چه حوادثی قرارگیری خرچنگ در مقابل بوز رو تعبیر خواهد کرد و ما اینا رو بفهمیم، میتونیم خیلی از حوادث جهان رو در واقع آینده پژوهی کنیم یا قبلش رو بفهمیم. شیر مقابل آبریز هست همیشه و ویرگو یا سنبله، ویرگو یعنی زن باکره که دستش سنبله است. و جالبه براتون من توضیح دادم قبلا که ویرگو، برج ویرگو رو در آسمان به شما نشون دادم که روری دقیقا برجی است که منتسب به حضرت آدم هست و اونجا داره ویرگو سنبله میده به آدم. یعنی داستان سیفئوس بودش که در بروج من نشان دادم، اونجا برج فلکی ویرگو روبروی دقیقا برج آدمه، یعنی داستان آدم هوا از اون برج فلکی ویرگو با سیفئوس آمده که انگار که دستش سنباله یا سیب هم تعبیر میشه، داره میده به آدم و مقابل همیشه مقابل ماهی ها قرار داده. دانستن زودیاک و بروج و این ترتیبات چارتایی و ششتایی بسیار مهمه، چون خیلی از گراهای تاریخی رو برای ما باز میکنه و آینده پژوهی بسیار به ما کمک میکنه، چون که هنوز در دنیا ابرقدرت نمیخوام بگم ابرقدرت های اسطوره‌ای یا ذهنی، اینا همچنان تحولات دنیا رو بر این اساس پیش میبرن و معنی دارش میکنن و یه مهمه که ما بدونیم و خیلی از رموز دیگر رو پیدا خواهیم کرد. مثلا در طب سنتی بسیار اهمیت داره این تبایع چارگانه که بهش میگیم، چار آخشیج هم بهش میگیم، آب، باد، خاک، آتش. تو خیلی جا ما میتونیم ببینیم این اصول رو، در تائو ما میتونیم ببینیم، در یوگا میتونیم ببینیم، در مانتراها میتونیم ببینیم، در مدیتیشن ها میتونیم ببینیم و خیلی وسیع است. سپاس و بدرود.